بسم الله الرحمن الرحیم امروز ما شما می خوانیم در start menu بخش help and support و چی را می خوانیم؟ help and support می بینین help and support چی کمند است و چی خاطر استفاده می شه و چی خاطر بکار می رود help and support help and support is used to give information about system and operating system help and support چی کار میکنه معلومات میده درباره سیستم یعنی درباره کامپیوتر و همچنان درباره operating system یا ویندوز درباره کامپیوتر و درباره ویندوز اگر شما معلومات خواسته باشین انیبل نه من کوئی چیز مسئله ده دیگه درست است help and support رو گفتیم انتخاب به خاطر ما گرفتن معلومات یا استفاده میشه در اینجا ببینین ما نوشته میکنیم که have to Sorry, what is the shortcut of help and support? What is the shortcut key of help and support? Shortcut key, help and support, CSN. F1. F1, yeah, when key plus F1 is the shortcut key. ببینید. گفتم help and support چی کار میکنه درباره سیستم و یا هم درباره اپریتینگ سیستم یا در ویندوز کدام چیز را شما نمیفهمین معلومات میخواین در آن باره پس از طریق هلپ اند سپورت میتونین این کار بکنین پس بخاطر از این که ایره باز بکنین بالای هلپ اند سپورت کلیک بکنید هلپ اند سپورت چی میشه؟ باز میشه و یا هم در کیبورد شاتکت از او هستن F1 چی؟ F1 بعض اوقات در کامپیوترها همراه F1 مستقیما نمی وین کی همراه F1 میگیرین فهمیدین وین کی همراه چی F1 اصلا در هر پروگرام که باشین F1 را که فشار بدین درباره همان پروگرام ما هستیم در پروگرام چی نوتپد F1 را پرس میکنین ببینین هلپ چی باید به نوتپد به یک لازم ببینین هلپ چی آمدن در اینجا وین کی F1 بگیریم عمومی میه و F1 اگر بگیریم گفتیم هلپ اند سپورت میه ببینین این قسمت را آوردیم هاو تو استارت گیت ویدیو یور پر کامپیوتر چه قسمت دانی کامپیوتر را استفاده کنی گفتیم این برای کسانی هستن که مثلا انگلیسی را درستتر خوبتر کاملا میفهمن اما در کامپیوتر مثلا بلده داره بعضن مشکل پیدا میکنه در کاپشن میتونه از اینجا چی بکنه معلومات بگیره درباره اش خب ایره مثلا ما ضرورت نداریم چون کل از یارا ما میفهمیم در کامپیوتر با اون کدام مشکل ما مواجه نمیشیم در ویندوز و در کامپیوتر که مثلا ما بریم هلپ اند سپورت خب باز هم میتونه مثلا بعضی اوقات برین هلپ اند سپورت رو کلیک بکنین فرضاً ما میخوایم درباره کیبورد معلومات پیدا کنم درست است درباره چی معلومات پیدا کنم کیبورد پس برایش نوشته میکنم در اینجا کیبورد درست است انتر میکنم یوزینگ یور کیبورد کیبورد خود چی رقم استفاده کنید ببینید در اینجا درباره کیبورد معلومات آمده نه که این کیبورد است با 5 بخش تقسیم شده ببینید نه کنترل کیز فانکشن کیز تایپینگ الفا نومریک کیز نویگیشن کیز نومریک کی پد اندیکیتور لایتس پس ببینید شکل کیبورد و معلومات کلش آمده نه آمد درست است یا ما میخوایم شارتکت های کیبورد را بفهمم وین کی همراه آر میگیرم چی می همراه R میگیرم چی می؟ آر رن می وین کی همراه F1 میگیرم هلپ می وین کی همراه D میگیرم دسکتاپ نشان می ده فهمیدین پس ببینین این شارتکت ها هستن مثلا کنترل C کاپی میکنه کنترل V پیست میکنه می خوام که به این شکل شارتکت های کیبورد که در ویندوز استفاده میشه ما مکمل بفهمم درست است پس می توانیم ما بریم استارت را کلیک بکنیم بعدا هلپ اند سپورت را انتخاب بکنیم و در اینجا نوشته میکنیم که فرض مثال شارتکت چی Shortcuts. Shortcuts. Yeah, Windows keyboard shortcuts. Windows keyboard shortcuts. Windows media player shortcut. Windows keyboard shortcuts. Some technique. Any other sense? Ease of access center. E shortcut. Aston. General shortcut. Kardarim. General keyboard. Umumi. F1 help. Amare. Control C. Copy. Control X. Cut. Control V paste Control Z undo Control Y redo delete میکنه shift delete کامل از ریسایکل بینم خارج میکنه ببین این شارتکت ها ما در نما در اینجا ها تول راسی در تا ورته ولیکا یا مثلا کی شارتکت های کیمرا کی دی وین کی گرفته میشه درست است وین دو کی شارتکت ہے نا تنها وین کی چیکار میکنه وین کی کده پاس وین کی همرا دی وین کی همرا ام وین کی شفت ام وین کی ای وین کی اف وین کی ال وین کی ار ببینین کل شارتکت ها را آورده برای تا نورده شارتکت هایی که همرا وین کی استفاده میشه
پس ببینید گفتیم که شما می توانید در اینجا از طریق هلپ رفتیم ببینید شارتکات ها را دیدیم می توانید شما اینو کپی کنید در پروگرام ورد برای نورا پیست کنید برایتان ساب بکنید یا از همینجا دایرکت اینو چی بکنید پرینت بکنید پرینت هر داشته باشین چاپش بکنید پس در اینجا گفتیم از طریق چی ما معلومات گرفتیم از طریق هلپ اند سپورت یا فرض مثال ما می خواهیم درباره کامپیوتر ما سوری چی معلومات بگیرم پروگرام نوتپد که پروگرام نوتپد چی هستن درست است مثلا ما میفهم خب بازم گفتیم کدام چیزی داره که نفهمیم موضوع رو میتونید در هلپ اند سپورت نوشته بکنید و بعدا همان موضوعی رو که میخواین فرض مثال ما براش نوشته میکنم نوتپد انتر میکنم نوتپد چی سن اوپن نوتپد چی رقم باز میشه یوزینگ پروگرام اوپن ببینید یه معلومات آمده اوپن نوتپد اوپن چی می نوتپد از بیسیک تکست ادیتینگ پروگرام معلومات گفت که یک پروگرام اساسی است به خاطر چی نوشته ساده فاستر اینجا دیدیم که شما می توانستین از طریق هلپ اند سپورت گفتیم در صورتی که انگلیسی را بفهمید در کامپیوتر و درباره ویندوز اگر شما معلومات خواسته باشین از هلپ اند سپورت به دست آورده می توانید درست است مشکل خو نیست آپشن بعدی داریم ما در اینجا به نام دیفالت پروگرامز Default programs wa dega chestan device and printers default programs wa device and printer har du option dar control panel maujood ast dar koja hastan ye option dar control panel hastan fahmidin device and printers bud fahmidin yana device and printer hastan yani sad dega chi budan default programs bud yana default programs har du bakhshe hastan aslan dar control panel wujood dara pas ma badan yani dar sari control panel ame khanim fahmidin pas imroz ke ma shoma mekhanim chi ra mekhanim کنترل پنل چی را میخوانیم؟ کنترل پنل پس در اینجا ما نوشته میکنیم درباره کنترل پنل که کنترل پنل چی است؟ کنترل پنل کنترل پنل is used to set up and manage the system and operating system and components of windows control panel چی هستن به خاطر اداره کردن و کنترل کردن تنظیم کردن کامپیوتر ویندوز و بخش های ویندوز چی می شود با کار برده می شود یعنی توسط کنترل پنل ما می توانیم چی کار بکنیم کنترل پنل تنظیماتش جور کرده می توانیم ببینید یعنی چی قسم می توانیم این کار را ما بکنیم به اصطلاح ساده می توانیم ما بگیم که کنترل پنل سیتینگ کمپیوتر هستن فرض مثال اگر کمپیوتر یوز نکردین موبایل خودتان دارین نه ساعت موبایلتان را تغییر میدین باید در سیتینگ برین تغییر بدین زبان موبایل را تغییر میخواید بدین در سیتینگ باید تغییر بدین موبایلتان را میخواید پاسورد بدین باید در سیتینگ برین آن را پاسورد بدین رنگش میخواین دیمزش تبدیل میکنین باید در سیتینگ برین پس همه کارهای موبایل که تنظیماتش شما جور میکنین از طریق سیتینگ میشه پس کنترل پنل هم به همین شکل سیتینگ و یا تنظیمات چی هستن کمپیوتر هستن گفتیم اگر خواهید فرض مثال شما عکس روی صفحه تغییر بدین از طریق کنترل پنل کار میکنین درست است دیمز رنگ هایش تبدیل میکنین از طریق کنترل پنل میکنین ساعت کامپیوترتون رو تنظیم میکنین از طریق کنترل پنل میکنین یا فرض مثال یک پروگرام را از بین میبرید مثلا ان استال میکنین از طریق کنترل پنل میکنین کامپیوترتون رو پاسورد میدین از طریق کنترل پنل میکنین کارا مثلا ماوس بسته میکنین تنظیماتش سرعتش تیز میکنین سلو میکنین از طریق کنترل پنل میکنین تنظیمات کیبورد رو جور میکنین از طریق کنترل پنل میکنین پس گفتیم همه سیتینگ یا تنظیماتی که شما در کامپیوتر میخواین تغییرات وارد بکنین از طریق کنترل پنل میتونین آن را چی بکنید تغییرات وارد بکنید فهمیدین کنترل پنل چی هستن کنترل پنل را گفتیم که به خاطر ستاپ یا تنظیم کردن چی استفاده می شود کامپیوتر و ویندوز و بخش های ویندوز استفاده شده می تواند بعدا ما در اینجا نوشته میکنیم که have to open control پنل چه قسم بتوانیم کنترل پنل را باز کنیم به خاطر باز کردن کنترل پنل اولین راه همی هستن که برن استارت و بعدا برای چی کلیک بکنید کنترل پنل کلیک بکنید کنترل پنل برایتان باز میشه ببینید گفتیم میخوایم کنترل پنل را باز کنیم استارت میریم و بعدا کنترل پنل را کلیک میکنیم کنترل پنل چی میشه باز میشه یک طریق گفتیم هر بار که میخواین استارت برین کنترل پنل برین از جمعه تانی چی بکنین باز کنین دوم طریق به خاطر باز کردن کنترل پنل چیستن سرچ شما برین در استارت مینیو این قسمت سرچ است خب در اینجا نوشته کنید کنترل انتر بکنید کنترل پنل چی میشه باز میشه درست است در سرچ چی نوشته کنید کنترل طریقه سوم چی هستن رن
دارن هم نوشته کنین کنترل برایتان کنترل پنل باز میشه درست است ونکی را همراه آر فشار میدیم تا رن بیاین درست است و در رن تایپ یا نوشته میکنیم کنترل کنترل نوشته میکنیم و یک انتر ببینیم درست است کنترل پنل چی شد باز شد طریقه دیگه به خاطر باز کردن کنترل پنل چی هستن چهارم استارت برین و بعد از او گفتیم کماند پرام سوری استارت آل پروگرام آل پروگرام بعد از او اکسسوریز چی؟ اکسسوریز بعد از او مثلا نوشته میکنیم که سیستم تولز سیستم تولز در آنجا هم کنترل پنل است خب ببینید کنترل پنل را گفتیم میخواین شما چی بکنید باز کنید برین استارت بعد از استارت برای آل پروگرام کلیک بکنید و بعد از آل پروگرام گفتیم در اکسسوریز بین سکرول بال را به طرف پایین کش میکنیم و در اینجا آپشن داریم ما برای اکسسوریز استارت آل پروگرام اکسسوریز و در اینجا هم سیستم تولز و بعد سیستم تولز در اینجا کنترل پنل وجود داره از اینجا هم میتوانید شما کنترل پنل را چی بکنید باز کنید دیگه طریق گفتیم شما میتوانید چی بکنید CMD یا کماند پرامپت CMD و یا هم گفتیم چی؟ Command Prompt نامش همی اصلا فهمیدن؟ شما میتونین از طریق CMD ای کار بکنی یا Command Prompt Start برین یعنی Command Prompt هست یا نیست اینجا اگر در اینجا نبود در پروگرام برین در اکسسوریز در اینجا خواهد من است در Command Prompt در اینجا نوشته میکنیم چی نوشته میکنیم؟ Control نه Start فاصله Control از طریق CMD که هر چیز را شما در اینجا باز میکنید Start فاصله Control نوشته بکنید یا نامش هر چیز ببینید Enter شد باز شده نشده پس میتونستیم گفتیم که ما آن آزا چی بکنیم Control Panel را چی بکنیم باز کنیم درست است از طریق Command Prompt طریقه دیگه به خاطر باز کردن کنترل پنل ای اسن ای به خاطر که درس دینا روز تا نما کم تکرار شما فهمیدین اونم چیز هستن فهمیدین ششم هستن نوت پد از طریق پروگرام نوت پد هم می توانید شما چی بکنید کنترل پنل را باز کنید پروگرام نوت پد را خود میشناسید برین آن را باز کنید استارت و بعدا در اینجا بالای نوت پد کلیک میکنید در این قسمت نوشته میکنیم استارت فاصله کنترل درست Start فاصله Control بعد از اینا ساب میکنیم در منوی فایل سیو در هر جایی که خواسته باشین مثلا ما در دسکتاپ یا در روی صفحه میخوایم ساب کنیم بچین هم گفتیم که نام ضرور نیستن که هر نام باشه پس در آخر از این .bat نوشته بکنیم در آخر نام چی نوشته کنیم بعد نوشته کنیم چون یک بچ یا سیستم فایل رو کریت بکنیم سیو کردن بعدا اگر شما برین بالای همین آپشن کلیک بکنید برایتون چی باز میکنه کنترل پنل باز میشه پس این هم طریقه دیگه بودن به خاطر باز کردن کنترل پنل هفتم کدام طریقه هستن دیگه شما می توانید از طریق تاسک منیجر باز کنید از طریق چی تاسک منیجر ببینید بالای تاسک بار رایت کلیک کنید همه قسمت را گفتیم تاسک بار میگیم تاسک بار را رایت کلیک میکنیم بعدن استارت تاسک منیجر استارت تاسک منیجر و بعدن در نیو تاسک در کجا نیو تاسک در اینجا نوشته کنید کنترل و یک انتر بکنید برای تا چی باز میکنه کنترل پنل باز میشه کنترل دلیل پنل دایرکتلی نرازی خواه حال دبا بیاوز گو را دل دبا رازی رو کنم مستقیم نرازی خواه نو اغنی ساده طریقه هم دادم دل دلار چکتی بگو درست است بعد از او گفتیم که هشتم چی هستن چی طریقه هستن که شما بتوانید باز کنید آدرس بار چی؟ آدرس بار از طریق آدرس بار شما می توانید باز کنید کنترل پنل را بالای تاسک بار رایت کلیک بکنید تول بارز و بعد در اینجا آدرس را کلیک کنید این درس هستن که ما شما خوانده ایم درست است در اینجا را نوشته بکنید کنترل و یک انتر بکنید برای تان کنترل پنل باز میشه کلوز میکنیم میره هم سیستم سیدون که کنترول بنامو سرده آو کنترول بنامو منی بیده هم بعد از او گفتیم اگر بخواییم شارتکت طریقه داون چی هستن؟ نو فراموت شارتکت شارتکت از طریق شارتکت میتوانید باز کنیم بالای دسکتاپ رایت کلیک بکنید بعد نیو و بعد از نیو در شارتکت در شارتکت نوشته بکنید کنترل پس شارتکت کنترل پنل در روی صفحه کریئت میشه میتوانید شما برین بالای همین دبل کلیک بکنید
برایتان کنترل پنل باز میشه. خب بس است همقدر. هنان او مربوط شما میشه که از هر بس است همقدر بانش. ببینید گفتیم اگر شما بخواید که کنترل پنل باز بکنید ضرور نیستن که کل تاریخ خواهرم خب گفتیم که بفهمیم درست تر است. اما مثلا ندگان وقت مشکل پیدا میشه رن نمی باشه میتونیم از دیگه طریق هایر می باشه فهمیده خب کفایت میکنه. حال انتخاب در دست شما هستن که از هر طریق شما میخواین چی بکنید باز کنید فهمیدن میتونید باز کرده. پس آلی خویی هم فهمیدیم که کنترل پنل چی هستن و با چی خاطر چی میکنیم استفاده میکنیم و چه قسم باز میکنیم. ها؟ ها؟ کنترل سه توایی؟ کنترل اوور توایی پنل وای بخش دخه؟ بخش نو دیگه بخش کنترل اوور. دی په کمپیوټر کې دا ضرور نه دخه چې مو مال لغت سو کو معنا کو ها؟ دا کار کول ته وتا سه ګوره چې سوی بازی معنا کې یو سوی نور بیا هغه کې بل سوی ها؟ مثلا ورډ دا ورډ معنا لغت خو کار خو دغه داس نه ده یا مثلا اکسل لرو شنیر دغه معنا ضرور نیست فقط کار از رو باید ما بفهمیم که چه قسم کار میکنه. ببینید در اینجا این رو فهمیدیم که چی رقم بودن. پس در اینجا ما شما میریم دیگه نوشته میکنیم که have to hide control panel جزئیاتش نوشته نمیکنیم کار میکنیم have to hide control panel from start menu چه قسم بتواریم کنترل پنل را از start menu چی بکنیم؟ پنهان بکنیم. درست است؟ قسمی که ما شما دین روز رن را خواندیم از این خاطر از اون صرف نظر کردیم جزئیاتش چون رن که قسم پنهان میکردیم به همان شکل کنترل پنل را هم پنهان کرده میتوانید. ببینید کنترل پنل را فعلا در start menu نشان میده. ما گفتیم که این سیتنگ است یا تنظیمات است. پس میخوایم که این تنظیمات یا سیتنگ را در اینجا نشان نده در start menu. درست است؟ پس شما میتوانید بالای تاسک بار رایت کلیک بکنید. بعد از اینکه تاسک بار رایت کلیک کردین بالای پراپرتیز بعد از پراپرتیز start menu بعد از start menu کستومایز و بعدن در اینجا شما چی را کلیک بکنید؟ کنترل پنل هست نه؟ برای کنترل پنل سه چوایس یا سه انتخاب شما دارین. فرست وان دیسپلی اس ا لینک با شکلی یک لینک یا ارتباط نشان بده. فعلا یک لینک است. وقتی که کلیک میکنی برای یک چیز باز میکنه این میگه لینک. اگر کلیک بکنیم دیسپلی اس امینو با شکل یک مینو یا با شکل یک لیست نشانش بده. ببینن فعلا پیشتر خوب باز میشد نه؟ حالا که کلیک کنی باز نمیشه. ببینید در پیشوری از اون لیست می ببینید با شکل مینو یا یک لیست شد فعلا کنترل پنل در پیشروش لیستش را نشان میشه. خب اگر بخوایم که این بخش را نشان نده در اصلا پس بالای تاسک بار رایت کلیک میکنیم بعدن پراپرتیز بعدن استارت مینو و بعدن کستومایز آپشن سیومی را انتخاب میکنیم dont display this item یعنی این آیتم یا این بخش را نشان نده. اوکی اپلای اوکی start. حالا اگر شما برین در کنترل پنل را در start مینو نشان نمیدون خب از هر طریق دیگه که گفتیم باز کرده میتونید دیگه طریق خواهر بارین فهمیدن در اینجا نشته کنید کنترل سوری کنکت را باز کردنی چی نشته میکنیم؟ کنترل را نشته میکنیم باز شده نشد در هم نشته کنید کنترل شارکت شکلی کنید فقط از start مینو در اینجا چی شد؟ پنهان شد. حالا گفتیم که کنترل پنل را در start مینو نشان نمیدون. پس دوباره اگر گفتیم بخوایم که همین آپشن را ما دوباره چی بکنیم باز کنیم پس برای تاسک بار رایت کلیک میکنیم بعدن پراپرتیز بعدن استارت مینیو بعدن کستومایز بعدن دوز دیسپلی اس الینگ دیسپلی اس الینگ را کلیک میکنیم اوکی میکنیم اپلای میکنیم میرا و یک بار دیگه هم اوکی. حالا اگر ما شما بریم پس دوباره ببینیم کنترل پنل در جای خود آمد یا نامد درست است؟ میتونیم کلیک بکنیم کنترل پنل باز شد. خب اگر بار اول شما باشه که کنترل پنل باز میکنین متوجه هستین پس کنترل پنل که بار اول در کمپیوتر باز میکنین به این شکل نشان میده. فهمیدین به شکل کتگوری کل بخش ها را یک دفعه نشان نمیده هر کدامش کتگوری یا بخش بخش تقسیم کرده تا اینها را چی بکنه نشان بده. پس می توانیم ما اینها را چی بکنیم در کاتگوری لارج آیکن آیکن ها را با سایز بزرگ دانه دانه ببین جدا نشان میدن یا آیکن ها را نشان بده سمال آیکن آیکن ها با سایز کوچک ببین سایز کوچک شده نشد. می توانیم کاتگوری را کلیک بکنیم پس دوباره آمد آمد درست است آمدن دوباره این انتخاب میکنیم که لارج آیکن آیکن ها سایز چی داشته باشه لارج یا آیکن سایز بزرگی داشته باشه.
درست است؟ پس گفتیم که از خاطر گفتیم که امکان داره باز کنین این رقم باشه. پس این رقم که بود در کاتگوری لارج آیکن انتخاب کنید تا به این شکل هر آیکن به شکل جداگانه برایتون چی بکنه؟ نشان بده. پس این بودن که کنترل پنل چی رقم باز میکنیم، چی هستن و با چی خاطر چی میشه؟ استفاده میشه. و وظیفه هلپر سپورت که هلپر سپورت چی هستن و چه قسم معلومات را درباره یک بخش بگیریم. شما حال یک کار میکنین فعلا چی کار میکنین؟ در سر که امروز برایتان گفتم روز گذشته رنگ بودن کل شماله پاس میرین در اونجا تکرار میکنین و بخاطر از که امروز پنجشنبه ام از فهمیدین یک درس کوتاه که فرق میکنه و باز دیگر روز انشاءالله در داخل کنترل پنل با سیتنگ یا تنظیمات مکمل موضوعاتی که میباشه ما شما کار میکنین. درست است انشاءالله؟